درود بر شما بیننده مجموعه خبری ساعت هستیم به وقت تهران با من سیما قیاسی از استودیو ایران اینترنشنال لندن سرخط خبرها حملات راکتی حزب الله به شمال اسرائیل دست کم دو نفر کشته شدند محل اصابت موشک یک مجموعه ورزشی بوده روایت پذیرفته شدگان رشته های پزشکی دانشگاه آزاد از افزایش 200 درصدی شهریه ها دانشجویان رشته های پزشکی میگویند برای تأمین هزینه دانشگاه مجبور به فروش خانه ماشین و زمین شدند. شوک بانک مرکزی به صرافی های رمز ارز معاونت ارزی بانک مرکزی حساب صرافی های رمز ارز در ایران را مسدود کرد. تلاش جمهوری اسلامی برای تأثیر در انتخابات ایالات متحده ایمیل های کمپین انتخاباتی ترامپ از سوی هکرهای منتصب به نیروهای بسیج حک شده در خبرهای ورزشی ما دنبال مربی بودیم که عادت به قهرمانی و جام بردن شده کنایه فرشید سمیعی به جواد نکونام در مراسم معارفه سربنربی جدید استقلال دست کم دو نفر در حملات راکتی الله لبنان به شهر عرب نشین مجلل کروم در شمال اسرائیل کشته شدند. رسانه های اسرائیل به نقل از نیروهای امداد گزارش دادند این حمله تعدادی زخمی هم داشته که حال بعضی از اونها وخیمه در این حال ارتش اسرائیل اعلام کرد حدود سی موشک از لبنان به سمت منطقه جلیل در شمال این کشور شلیک شده بعضی از اونها منهدم شدند و بعضی به مجدل و سایر مناطق مجاور اصابت کردند اشکان صفایی از اورشلیم ماست اشکان حمله راکتی حزب الله در شمال اسرائیل از این حمله جایی که هدف قرار گرفته آخرین اطلاعاتی که میتونی بهمون بدی چیه سیما همونطور که گفتی به سی راکت شلیک شد در یک مش دقیقا ساعت سه بعد از ظهر به وقت اسرائیل بود که این حمله راکتی انجام شد حزب الله مسئولیتش را قبول کرده گفته که در واقع شهر کرمیل که یک شهر عمدتا یهودی نشین هست در کنار همین مجدل کروم اونجا رو هدف قرار داده بوده ولی ما میدونیم که دست هم در سه نقطه حالا یا خود راکت ها یا در واقع ترکش هاشون بعد از رهگیری در این شهر یا روستای مجدل کروم به زمین خوردن اصلی ترین اونها در یک در واقع میشه گفت مرکز تجاری روبازی هست که در اون یک باشگاه ورزشی قرار داره یک سوپرمارکت و جاهای دیگری برای خرید وجود داره اصلی ترین جایی که در واقع مردم توش آسیب دیدند آنجا بوده در کل 22 نفر ما میدونیم که در شهر مجدالر کروم زخمی شدند مرگ دو نفر از اونها کمی پیش اعلام شد همچنان در واقع خطر جانی یکی دیگر از زخمی ها رو هم تهدید میکنه دو نفری که کشته شدند هر دوشون از عرب های مسلمان بودند یکیشون از همون روستا یا شهر مجل کرون بوده یکیشون از یک روستای در واقع نزدیک اونجا بوده یک زن سی و چند ساله و یک جوان تقریبا پسر جوان تقریبا 20 ساله بودند که در این حمله کشته شدند تا الان باید گفت که علاوه بر این همونطوری گفتم نزدیک به 20 نفر دیگه هم همچنان زخمی هستند همزمان حملات اسرائیل هم در لبنان ادامه داره در لبنان چه میگذره؟ همونطور که گفتی حملات اسرائیل در لبنان هم ادامه داره دیشب و امروز هم در جنوب لبنان هم در شهر بیروت و هم در شرق لبنان مرز لبنان و سوریه اسرائیل حملات متعددی رو انجام داده در شرق لبنان یکی از حملات اصلی که انجام شده به یکی دیگر از در واقع های مرزی بین سوریه و لبنان بوده که در طول چهار هفته اخیر بارها چندین گذرگاه مرزی بین سوریه و لبنان هدف حملات هوایی ارتش اسرائیل قرار گرفتند آنچه در جنوب لبنان در حملات هوایی اسرائیل در جنوب لبنان بیش از همه در طول ساعات گذشته از در واقع از بامداد امروز سر و صدا ایجاد کرده حمله هوایی بوده که به یک مهمان خانه هتل هتل محل اقامت عمدتا روزنامه نگاران انجام شده در جنوب لبنان حمله ای که در اون سه نفر از کارکنان دو رسانه المیادین و المنار کشته شدند المنار تلویزیون رسمی حزب الله است المیادین تلویزیونی هست که نزدیک است به بسیار به حزب الله و همچنین به جمهوری اسلامی و حکومت بشار اسد در سوریه سه نفر از اعضای اینها کشته شدند همزمان با اونها امروز خب وزیر خارجه ایالات متحده به بیروت رفت و در اونجا دیدارهایی داشت نجیب نیقاطی، کفیل نخست وزیر لبنان در جریان دیدار با بلینکن گفت که لبنان آماده هست که قدنامه 17 سفره که شورای امنیت رو عملی بکنه اجرایی بکنه و اسرائیل باید حملاتش رو متوقف بکنه باید گفت بر اساس گزارش های یک پنجم مردم لبنان در طول یک ماه گذشته و قبل از اون آواره شدن ممنون است تو اشکان صفایی همکارمون از شدیم وزیر خارجه آمریکا پس از سفر به خاورمیانه روز جمعه در لندن با نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان دیدار کرده آنتونی بلینکن در سفر به لندن خواستار اجرای فوری و کامل قطعنامه 1701 که شورای امنیت سازمان ملل متحد شد او گفت ساکنان در دو سوی مرز لبنان و اسرائیل باید بتوانند به خانه های خود بازگردند بلینکن همچنین با وزرای خارجی اردن و امارات متحده عربی در لندن دیدار می کند. سمیرا همکارمون از واشنگتن دی سی با ما سمیرا بلینکن از منطقه راهی لندن شده و سران چندین کشور عرب دیدار کرده. ما دیدارها چی بوده؟ سیما نکته مهم در رابطه با سفر آقای بیلینکن که در ابتدا باید بهش اشاره کنم این هست که این سفر اصلا از پیش اعلام نشده بود و برنامه ریزی هم نشده بود قرار بود که آقای بیلینکن فقط به منطقه سفر بکنه اما اعلام شد که بعد از قطر راهی بریتانیا خواهد شد و در لندن داره با وزرای خارجه کشورهای اردن امارات متحده عربی دیدار میکنه و از اون طرف با نجیب میقاتی هم دیدار کرده به نظر میرسه که در لندن داره تلاش های دیپلماتیکی صورت میگیره برای حل و فصل مسئله لبنان و بریتانیا و لندن مشخصا محلی شده برای انجام این دیپلماسی و این تا حدودی میتونه قافل گیر کننده باشه چرا که پیش فرض و انتظار این هست که از میان کشورهای اروپایی و غربی فرانسه بخواد چنین نقشی رو ایفا بکنه ولی الان میبینیم که بریتانیا هست باید منتظرشیم ببینیم که دقیقا بریتانیا چه نقشی رو داره مشخصا در جنگ و درگیری بین اسرائیل و لبنان ایفا میکنه اما آقای بلینکن در دیدارهایی که انجام داده هم با آقای نجیب میقاتی هم با دو وزیر خارجه دیگر از امارات و از اه... هم از کشور امارات و هم از کشور اردن تاکید کرده بر اینکه باید قطعنامه 17 صفر یک طرفین بهش برگردن اون باید به شکل کامل اجرایی بشه اما اینجا یک مسئله ظریفی وجود داره و اون هم این هست که ایالات متحده هنوز به نظر میرسه که آماده این نیست که همین امروز 17.01 صفر یک بخواد اجرایی بشه در کنفرانس خبری که ایمن صفدی وزیر خارجه اردن با آقای بلینکن داشتند خبرنگاران این رو پرسیدند که آیا مایل هستید که همین الان حملات و بمباران های اسرائیل در لبنان متوقف بشه که وزیر خارجه اردن میگه بله همین الان باید متوقف بشه و این تهاجمی است به خاک لبنان اما آقای بلینکن این رو نمیگه آقای بلینکن میگه که باید جان نظامیان در این میان حفظ بشه و باید شرایطی مهیا بشه که اسرائیل برای شهروندانش در مرزهای شمالی احساس امنیت بکنه ما در هفته های گذشته بعد از اینکه حملات گسترده اسرائیل علیه حزب الله رو دیدیم چنین موضعی از ایالات متحده رو دیدیم که معتقدند که 17 صرف یک سرانجام باید اجرایی بشه اما مایل هستند که پیش از اون ببینند که چه اتفاقی برای حزب الله میفته چقدر حزب الله ضعیف میشه چقدر جامعه سیاسی لبنان به سمت انتخاب یک رئیس جمهور میرند و از طرفی هم داریم میبینیم که حزب الله و حماس در رابطه با آتش بس در رابطه با توافق همچنان جوابی نمیدند و برخی از تحلیلگران معتقدند که این گروه ها منتظرند ببینند تنش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی به کجا میرسه ببینند که آیا یک جنگ بزرگ به راه میفته یا نه و بعد از اون تصمیم بگیرند که با اسرائیل چه خواهند کرد سیما در لبنان وضعیت از چه قراره سیما اشکان تا یه حدودی اشاره کرد به مرزهای شرقی لبنان اتفاقی که داره میفته واشنگتن پست روز گذشته گزارش رو منتشر کرده بود از وضعیت حزب الله لبنان اینکه الان چگونه است رهبران میدانی چه اتفاقی براشون افتاده زراتخانه حزب الله در چه وضعیتی به سر میبره این نکته است که در این هفته ها بسیار محل بررسی بوده که زراتخانه حزب الله چه اتفاقی براش افتاد گفته میشه که جمهوری اسلامی فعالیت های مستشاری و دادن مشاوره خودش رو روی خاک لبنان افزایش داده و از طریق مرز های شرقی مرز لبنان با سوریه هم تونسته ترچیزاتی رو وارد بکنه مرز شرقی لبنان بسیار مورد دقت اسرائیل بوده بارها اونجا عملیات نظامی انجام داده الان هم همونطور که اشکان بهش اشاره کرد این عملیات های نظامی ادامه داره برای اینکه بتونه دست جمهوری اسلامی رو اونجا کوتاه بکنه اما نکته مهم این هست که اونجا مثلا گذرگاه مسنا تنها مفری هست در شرق لبنان که برخی از آوارگان به ویژه سوریه ها میتونن از لبنان برگردن به سوریه از ابتدای حملات اسرائیل به لبنان ما شاهد این مسئله بودیم که برخی که از جنگ داخلی سوریه آمده بودن به لبنان الان از همون گذرگاه های شرقی دارن برمیگردن به خاک سوریه ممنون از توضیحاتت تمکارمون سمیرا قرایی که از واشنگتن دی سی با من بودی روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت نتانیاهو تایید کرده زیر ساخت های و نفتی ایران را هدف قرار نخواهد داد بر اساس این گزارش لیستی از اهداف نظامی آماده شده که وزیر دفاع اسرائیل حمله به آنها را دردناک و قافلگیرانه توصیف کرده مشاور سابق نظامی دولت آمریکا در مصاحبه با واشنگتن پست حمله به اهداف نظامی را نه به دلیل اصرار بایدن بلکه به دلیل هدف گذاری اسرائیل برای پیشگیری از حملات احتمالی جمهوری اسلامی در آینده عنوان کرده. بنابر گزارش واشنگتن پست اسرائیل چهار سایت پرتاب مشک در ایران را به عنوان اهداف احتمالی معرفی کرده. از جمله اهدافی که اسرائیل برای حمله مشخص کرده، پایگاه موشکی تبریزه که پایگاه آذرشهر هم گفته میشه. پایگاه دوم پایگاه باختران در کرمانشاه مرکز پژوهشی آلما در اسرائیل سالها پیش در گزارش این پایگاه رو یکی از مراکز اصلی زیرزمینی موشکی جمهوری اسلامی معرفی کرده بود پایگاه سوم پایگاه موشکی امام علی در 20 کیلومتری خرم‌آباد که اسرائیل سالها قبل اون رو مرکز اصلی نگهداری و پرتاب موشک‌های شهاب سه و دیگر موشک‌های خانواده شهاب معرفی کرده بود و در پایان پایگاه دریایی بندراباس هدف دیگری است که در گزارش واشنگتن پست عنوان هدف احتمالی حمله اسرائیل به ایران عنوان شده در بخش دیگری از مقاله واشنگتن پست به وابستگی شدید جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی اشاره و نوشته شده هدف قرار دادن زیرساخت‌های بخش انرژی میتواند یک آشفتگی جدی در ایران ایجاد کند و مشکلات اقتصادی زیادی برای مردم به همراه داشته باشد مشکلاتی که بر اساس تحلیل این مقاله می تواند به تقابل مردم با حاکمیت بی انجامد. و در ادامه گزارش واشنگتن پست آمده ظاهرا به دنبال عملیات وعده صادق یک اسرائیل استان اسفهان محل تاسیسات هسته نتنز را هدف قرار داده در این گزارش همچنین به تاسیسات هسته فردو اشاره شده که به دلیل زیرزمینی بودن هدف قرار دادن آن برای اسرائیل مشکل تر خواهد بود این در حالی است که دولت بایدن تلاش کرده از حمله به تاسیسات هسته ایران جلوگیری کند حسین آقای پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک میگوید اسرائیل ممکنه ابتدا با حمله محدود به پایگاه های نظامی موجب افزایش نارضایتی ها و آشوب های داخلی بشه پس از اون اقدامات نظامی گسترده تر خود رو با اهداف مهمتر انجام اسرائیل میتونه در فاز اول با هدف خلق میاتش یعنی وضعیتی که الان ما میبینیم افزایش قیمت دلار رو داریم میبینیم بحران و آشوب اقتصادی تمام ایار رو با اقدام نظامی خودش شدت ببخشه بدتر کنه این وضعیت رو وضعیت نارضایتی رو در داخل ایران بیشتر بکنه از طریق یک اقدام نظامی و بعد در مراحل بعدی یعنی اقدام نظامی محدودی که انجام داد رو انجام بده و در مراحل بعدی اقدامات نظامی خودش رو افزایش بده یعنی یک تارگتی که انتخاب میکنه مثلا سایت های موشکی باشه نره به سمت یک گزینه ای که بخواد دفعتا زنجیره واکنش رو قطع بکنه یعنی یک واکنش خیلی بزرگ نشون بده مثلا حمله به تحصیل اتمی یا حمله به پایانه های نفتی اون گزینه خطرناک رو انتخاب بکنه، اقدام میکنه فعلا به گزینه محدود نظامی حمله به سایتای موشکی، خلق میاتش بشه در داخل ایران، از نگاه اسرائیل ما در مورد حملات شخصیمون صحبت نمیکنیم، از نگاه اسرائیل بر اساس منافع اسرائیل و بعد سلسله اقدامات خودش رو بسته به واکنش جمهوری اسلامی ادامه بده در داخل ایران، اگر اسرائیل بخواد و من در یک مقاله هم در کیهان لندن در رابطه با این گزینه ها و سناریوهایی هایی که اسرائیل داره به صورت مبسوط توضیح دادم ولی در تحلیل نهایی نکته اصلی من این است که برخلاف آنچه که مقامات جمهوری اسلامی تصور میکنن که لزوما واکنش اسرائیل واکنش بسیار بزرگ خواهد بود یعنی گزینه خطرناک رو در فاز اول انتخاب خواهد کرد مثلا حمله به تاسات اتمی یا حمله به پایانهای نفتی ممکن اسرائیل اقدامات کوچک نظامی رو محدود انتخاب بکنه با هدف خلق میاتش وضعیت آشوب در داخل ایران که جمهوری اسلامی رو ببره در گوشه رنگ و وضعیت برای جمهوری اسلامی سختتر بشه حالا منتظر انتخابات آمریکا باشه نتیجه انتخابات و بعد اقدامات نظامیش رو ادامه بده تمام اینها به خاطر منافع اسرائیل هستش از نگاه اسرائیلی هستش در این جدال سرنوشت ساز خودشون بر سر معادله بازدارندگی در منطقه خاورمیانه که به نظر میرسه اسرائیل میخواد در این معادله پیروز باشه در نردبان تنش این اسرائیل باشه که در بالاترین پله از نگاه خودش قرار میگیره نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی از بارش برف و باران در یازده استان کشور خبر داده. گزارش ها حاکی از بارش سنگین برف در تالشه. همچنین بارش باران و جاری شدن سیل موجب آب گرفتگی در خیابان و معابر شیراز شده. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده شهروندان دلیل جاری شدن سیل را ناتوانی حکومت در مدیریت شهری میدانند و به آن اعتراض دادند. ساعتی پیش محمد صباهی امام جمعه کازرون هدف گلوله قرار گرفت فرماندار این شهر با تایید این خبر گفته او پس از اقامه نماز جمعه هدف ثابت گلوله صلاح گرم قرار گرفته و حالش وخیم است رسانه های ایران گزارش دادند زاره پس از تیراندازی به امام جمعه کازرون خودکشی کرده جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی با انتشار بیانیه ای محرومیت نرگس محمدی از درمان را زمین ساز مرگ خاموش این برنده جایزه نوبل صلح دانستند. فعالان با اشاره به شرایط جسمی بسیار خطرناک محمدی و سه بار تأخیر در اعزام او به بیمارستان به دلایل امنیتی خواستار توجه نهادهای حقوق بشری به این موضوع و رسیدگی فوری پزشکی به وضعیت نرگس محمدی شدند. در این بیانیه آمده جان او نباید قربانی سیاست های سرکوبگرانه شود. حاشم خواستار، سپید رشنو، کیوان سمیمی، صدیق بسمقی و فرهاد میسمی از جمله امسا کنندگان بیانی هستند. افزایش سه برابری شهریه ی رشته های پزشکی دانشگاه آزاد اعتراض پذیرفته شدگان در این دانشگاه را به دنبال داشته. داوطلبان یافته به رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی دانشگاه آزاد در روزهای اخیر مقابل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مقابل دفاتر مرکزی این دانشگاه در برخی شهرها تجمع کردند. دانشجویان معترض میگویند از مصوبه افزایش 200 درصدی شهریه بی اطلاع بودند. پذیرفته شدگان رشته های پزشکی دانشگاه آزاد میگویند افزایش غیر منطقی شهریه ها باعث شوک و استیصال آنها شده. بر اساس گزارش هم میهن شهریه دانشجویان در رشته های پرمتقاضی مانند دندان پزشکی، داروسازی و پزشکی از 32 میلیون تومان به 90 و 135 میلیون تومان رسیده. برخی از والدین گفتن برای ثبت نام فرزندانشان مجبور شدن خانه و خودروی خود را بفروشند. برخی هم که خانه و خودرو ندارند از ثبت نام انصراف دادند. همکارم لیلا سعادتی درباره افزایش چند برابری شهریه رشته‌های پزشکی در دانشگاه آزاد بیشتر توضیح میده به هر حال دانشگاه آزاد که یه اسلامی هم پسندش داره دانشگاه آزاد اسلامی همیشه شهری های گرانی داشته دانشگاه خصوصی محسوب میشه و همیشه دانشگاهی بوده که برای قشر مرفه و متوسط رو به بالا مورد استفاده قرار می در سال اخیر میدیدیم که به هر حال خانواده هم که حالا وضع آنچنان مالی خوبی نداشتن ولی تلاش میکردن که بچه هاشون حتما به دانشگاه بفرستن حالا مثلا دانشگاه سراسری قبول نمیشدن میفرستن دانشگاه آزاد به ویژه مثلا دخترانش رو دوست داشتن که برن تحصیل بکنن و به هر نحوی شده از زیر سنگ هم پول شهری ها رو در واقع به دست بیارن اما در مورد رشته پزشکی خب رشته های گرونی هم هم یعنی رشته پزشکی از دام پزشکی دندان پزشکی هستش که همیشه رشته گرونی بود در دانشگاه آزاد بوده ولی در اخیر 10 تا 25 درصد هر سال اضافه می شده نسبت به شهری های متغیر و ثابت یعنی ما میدونیم که دانشگاه های شهری متغیر و ثابت داره که رو هم جنبندی میشه در واقع شهری خیلی در واقع بزرگی هست از نظر مبلغ حالا امسال دانشجویانی که حالا داوطلبانی که قبول شدن دان پزشکی و رشته مرتبط با اون رو قبول شدن رفتن و انتخاب رشته کردن جواب انتخاب رشته شون بیست مهمه اومده و شوک شدن برن ثبت نام بکنن برای رشته متوجه شدن که باید برای هر تیم رو همدیگه برای شهری ثابت و در واقع متغیر نزدیک 130 میلیون تومان برای هر ترم باید بدن هر ترم. هر تن. و این در واقع رو هم دیگه جمع میشه و سالیانه در واقع بیشتر از 300 میلیون تومان نزدیک 400 میلیون تومان هزینه براشون داره شوک شده بودن و میگفتن که اصلا ما همچین چیزی رو به ما اطلاع نداده بود دانشگاه آزاد که قرار هست همچین مبلغی رو برای ثبت نام از ما بگیرن والده میگن خب ما که خونه یا زمین داریم مجبوریم بفروشیم که حالا بچه‌مون پزشک بشه درس بخونه اونا هم که ندارن زمین یا خونه از خودشون ندارن بعضیشون اصلا انصراف دادن بعضیشون اصلا منتظرن که ببینن میخوان چیکار بکنن به نظر میاد که طبقه متوسط راهی به دانشگاه ها سیما نداره, نداره. به ویژه طبقه متوسط چون پولی نداره که بره حداقل دانشگاه آزاد پزشکی و رشته مرتبط بخونه ما میدونیم که دانشگاه دولتی هم بیشتر 75 درصد های پزشکی در دانشگاه دولتی برای کسانی بودش که ایثار بودن به قول اینا یا آقازاده بود آخرین تحولات رو با ما دنبال میکنید در ایران اینترنشنال نگاهی دوباره به سرخط خبرها حملات راکتی حزب الله به شمال اسرائیل دست کم دو نفر کشته شدند محل اصابت موشک یک مجموعه ورزشی بوده روایت پذیرفته شدگان رشته های پزشکی دانشگاه آزاد از افزایش 200 درصدی شهریه ها دانشجویان رشته های پزشکی میگویند برای تأمین هزینه دانشگاه مجبور به فروش خانه ماشین و زمین شدند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اقدامی غیر منتظره حساب صرافی های ارز دیجیتال در ایران را مسدود کرد. بنابر اعلام رسانه ها با این تصمیم واریز و برداشت از حساب صرافی های رمز ارزی مسدود شده. برخی صرافی ها مسدود شدن حساب ها را تایید کردند. بر اساس گزارش معاونت ارزی بانک مرکزی با همکاری مرکز اطلاعات مالی بر اساس ماده 42 قانون بانک مرکزی اقدام به این کار کرده. رضا غیبی روزنامه نگار اقتصادی میگوید بانک مرکزی در حالی تصمیم به مسدودسازی سازی موقت واریز و برداشت از حساب صرافی های رمز ارزی کرده که بسیاری از سرمایه گذارانی که پول خود را تبدیل به رمز ارز کردند با مشکلات بسیاری روبرو خواهند شد. ببینید این اقدام یک بخشیش اصلا قرار بود بانک مرکزی بخشی از واردات رو از طریق رمز ارزها انجام بده اعدادی هم براش اعلام شد حالا مشخص نیست تکلیف اونها چه میشه آنهایی که در ایران مخصوصا سرمایه گذاران خورد پولهای خودشون رو تبدیل به رمز ارز کردن در حال حاضر با این اقدام امکان نقد کردن اون رو ندارند و قاعدتا مشکلاتی براشون ایجاد میشه با توجه به نوسانات بازار رمز ارزها که خب لحظه ای هست برخی از اینها نیازمند این هستن که در لحظه یا بخرن یا بفروشن با این انصداد اونها به چالش کشیده میشن و مشکلات بسیار زیادی حتی در بعد کلان اونهایی که به دنبال تبدیل دارایی هستن اونها هم ممکنه داراییشون در همین بانک ها در همین حساب صرافی ها بشه و بمونه قاعدتا این چرخه اخلال درش ایجاد میشه و بسیاری از مردم که سرمایه گذاری کردن یا سرمایه خودشونو تبدیل به رمز ارز کردن با چ مواجه شد نگاهی داشته باشیم به چند خبر از جهان آلمان قصد دارد پیمان تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و هند را به سرانجام برساند اولاف شورت صدراعظم آلمان در دهلی نو با اشاره به سیاست های تجاری چین گفت ما باید از وابستگی های یک جانبه به ویژه در حوزه‌های با اهمیت استراتژیک اجتناب کنیم نخست وزیر هند هم تأکید کرد دهلی نو و برلین در بسیاری از ها از جمله سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر همکاری کنند. بر اساس گزارش‌های یک تصویربردار شبکه المنار وابسته به حزب الله، یک عکاس و یک نیروی فنی شبکه المیادین نزدیک به حزب در حمله بامداد جمعه اسرائیل به جنوب لبنان کشته شدند. حزب کارگران کردستان پککه در بیانیه ای مسئولیت حمله مسلحانه به ساختمان صنایع هوانوردی و فضایی ترکیه را بر عهده گرفت. در این بیانیه آمده حمله از مدت ها قبل برنامه‌ریزی و با موفقیت اجرا شده. پیش از این و در پی حمله به ساختمان صنایع هوانوردی و فضایی ترکیه، ارتش این کشور به مواضع گروه پککه در عراق و سوریه حمله کرد. رویترز در گزارش اختصاصی فاش کرده یک گروه هکری ایرانی با نفوذ به ایمیل های کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ اقدام به انتشار اطلاعات داخلی این کمپین کرده این هکرها که به حکومت ایران وابستن تلاش کردند این اسناد رو به رسانه های آمریکایی منتقل کنند تا بر انتخابات پیش رو تاثیر بگذارند مریم رحمتی همکارمون از نیویورک با ماست مریم در چند ماه گذشته مخصوصا گزارش‌های متعددی درباره حملات هکری منتسب به جمهوری اسلامی با هدف تأثیر گذاری رو انتخابات آمریکا منتشر شده این حمله با حملات قبلی چه تفاوتی داشته چه ابعاد جدیدی داشته خب به گزارش خبرگزاری رویترز این رسانه با ردیابی فعالیت های یک گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی به تصویری تازه از تلاش های مداخله گرایانه ایران در انتخابات آمریکا دست یافته رویترز ساعت قبل گزارش داده که یک گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی که به حک ایمیل های کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ متهمه سرانجام موفق شده تا اطلاعات دزدیده شده ای رو که در ماه می و جون انجام داده بوده رو منتشر بکنه قبلا این اطلاعات رو این گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی به خبرگزاری های جریان اصلی مثل واشنگتن پست نیویورک تایمز و سی این, این ارسال کرده بودند ولی این شبکه ها خودداری کرده بودند از منتشر منتشر کردن جزئیات این اطلاعات ولی حالا به نظر میرسه که این گروه هکری این اسناد رو فرستاده به دیگر گروه های سیاسی و از این طریق این اسناد منتشر شده بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی با وجود اتهاماتی که ماه سپتامبر توسط وزارت دادگستری آمریکا مبنی بر دست, داشتن در این حملات مطرح شده بود همچنان به مداخله خودش در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا ادامه داده این گروه هکری که به نام منت سند استورم شناخته میشه در ماهای می و جون همونطور که گفتم موفق شده بود که پسورد کارکنان کارزار ترامپ رو سرقت بکنه و اطلاعات رو بدازه این گروه هکری بعدا این اطلاعات رو نتونسته بود استفاده بکنه ولی طی هفته های اخیر این ایمیل هک شده رو برای یک گروه سیاسی دموکرات به نام امریکن ماک ما ماکراکراکس ارسال کرده و برای بعضی از خبرنگاران مستقل هم این اطلاعات رو فرستاده این ایمیل ها به گفته رویترز شامل مکاتبه داخلی بین کارزار ترامپ مشاوران و متحدان خارجی بوده که درباره موضوعات مختلف مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 گفتگو شده بوده به گفته رویترز این اقدامات نشون دهنده تلاش جمهوری اسلامی برای مداخله در انتخابات آمریکاست موضوعی که از سوی وزارت دادگستری و همچنین مقامات اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا قبلا هم مطرح شده بود اف بی آی گفته که با کمک یاهو حساب های ایمیل دو فرد که این گروه حکری ازشون استفاده می رو مسدود کرده و به خبرنگاران هم خوشدار داده که از این اطلاعات استفاده نکنند و این اطلاعات رو منتشر نکنند به هر حال گفته شده که پلیس فدرال ایالات متحده آمریکا در حال حاضر داره تلاش میکنه که جلوی این گروه های حکری رو بگیره و تلاش خواه و همچنین ادامه داره برای تحقیقات در این مورد اما موضوعی که در گزارش رویترز مطرح شده اینه که هدف جمهوری اسلامی ایران از این حملات هکری این هستش که کمپین دونالد ترامپ و خود دونالد ترامپ رو در انتخابات پیش رو تضعیف بکنه چنانچه که جمهوری اسلامی ایران نمیخواد که کسی که قاسم سلیمانی رو کشته دوباره به کاخ سفید برگرده ممنون است و همکارمون مریم رحمتی از نیویورک به گزارش اکسیوس رهبران دموکرات کنگره نگران از دست دادن کنترل سنا و شکست در انتخابات عمومی ماه نوامبر هستند دموکرات ها به اکسیوس گفتن اکثر نمایندگان این حزب با وجود کارزار موفق هنوز با جمهوری خواهان رقابت تنگاتنگی دارند دموکرات ها در انتخابات پیش رو برای ادامه کنترل اکثریت در مجلس سنا و بازپسگیری قدرت در مجلس نمایندگان تلاش می کنند. علایی از واشنگتن دی سی همراه ماست آرش آکسیوس میگه دموکرات ها نگران شکست در انتخاباتن چرا ببین باید اولا گوش کنید به اون صحبتها یا بخونید اون مقاله ای رو که آکسیوس انجام داده است گوش کنید به صحبتهای افرادی که در حزب دموکرات با این نشریه صحبت کردند و داستان این است که الان روز گذشته هم گفتم اینکه بعضی از ایالت ها شروع کردن رایگیری رو زودتر از یک سری از ایالت ها دارن رایگیری زودتری انجام میدن نسبت به انتخابات گذشته و تعداد آرایی که داره خونده میشه نشان میدهد که برخلاف دوره گذشته که دموکرات ها معمولا در رای دادن به صورت قیابی یا به صورت پستی یا به صورت حضوری جلوتر بودند از جمهوری تا روز انتخابات این بار جمهوری خواهان 6 تا 12 درصد بیشتر تا حالا تونستن رأی بیارن و بیشتر افرادی که چه در کارزار ترامپ هستند و چه در کارزار جمهوری هستند دارن صحبت میکنن با نشریات مختلف میگویند هنوز هیچ تضمینی وجود ندارد که جمهوری خواهان برنده باشند هنوز هیچ تضمینی وجود ندارد که آقای ترامپ پرنده باشد اگر، ولی اگر همین روند ادامه پیدا بکند جمهوری خواهان لبخند میزنند و میگویند امیدوارند که بتوانند نه تنها کاخ سفید رو در انتخابات موفق بشن باسپس بگیرن بلکه مجلس سنا رو هم از دموکرات ها بگیرن و شکست سختی هم به اونها در مجلس نمایندگان بزنن الان جمهوری خان اکثریت ناچیزی دارند در مجلس نمایندگان و همین باعث شده بود که بسیاری از اون اولویت هایی که حزب داشت برای قانونگذاری رو نتونن پیش ببرند یه اقلیت کوچکی در حزب جمهوری خواه توانسته بود اکثریت حزب رو به گروگان بگیرد و خیلی جاها حتی دیدیم رئیس مجلس نمایندگان رو که از حزب خودشون بود برای اولین بار در تاریخ جمهوری خواهان استیزا کردن بنابراین یک پیروزی در ام پیروزی پیر در مجلس نمایندگان و بازپسگیری سنا در صورتی که آقای ترامپ کاخ سفید رو ببره به جمهوری خواهان کاملا قدرت میدهد که اون اولویت های اولی که کاخ سفید دارند رو پیش ببرند حالا الان جمهوری خواهان میگوند این داستان بیشتر بر روی مرزهای جنوبی خواهد بود اون جاییست که دموکرات ها احساس میکنن به شدت توی ضعف دارن حتی بعضی از دموکرات که الان دارند برای مجلس نمایندگان در انتخابات شرکت میکنند، یه سری تبلیغاتی دادن و به شدت از دولت بایدن و بعض جا از خانم هریس انتقاد میکنند برای سیاست هایی که منجر شده است به اینکه بخواهد میلیون ها میلیون مهاجر غیرقانونی در این سه سال و نیم سرازیر بشود به آمریکا حتی بعضی از دموکرات هایی که در ایالت های شمالی تر هستند مثل ایالت های نیویورک یا ایالت های پنسیلوانیا که دموکرات ها به شدت به پنسیلوانیا و نیویورک احتیاج دارند در مجلس نمایندگان اگر میخوان امیدی داشته باشند برای اینکه حالا حداقل بتونن چند تا از این کرسی هایی که باخته بودن با بگیرند بگیرن غیر از اون هم آقای ترامپ و خانم هریسی 12 روز مانده به انتخابات به شدت در حال کمپین هستند خانم هریس در یک اتفاق عجیب به تگزاس خواهد رفت ایالتی که جمهوری خواه است اما آقای ترامپ به سه ایالت میشیگان، ویسکانسین و پنسیلوانیا در سه روز آینده سر خواهد زد ممنون است تو آرش علایی همکارمون از استودیوی واشنگتن دی سی پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد فرزند مشاور علی خامنه ای یک شرکت سرمایه گذاری چند صد میلیون دلاری رو در لندن مدیریت میکنه بلومبرگ نوشته اسنادی رو در اختیار داره که نشون میده شرکت اوشن لونی در ظاهر یک شرکت خانوادگی است به شمخانی اجازه میده منابع مالی به دست آمده رو به راحتی در سر و سر اروپا و دیگر نقاط جهان به کار بگیره بلومبرگ در گزارش پیشین خود شهری بر ماه فاش کرد گروه میلاوس در دوبی به گردانندگی حسین شمخانی میلیاردها دلار از فروش کالا از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر به دست آورده. گزارشی که بلومبرگ به،, اون استناد میکنه و برگرفته از اظهارات دوازده شاهد هستش که مدارکی رو هم در اختیار بلومبرگ گذاشتم و بر اساس این مدارک شرکتی در زمینه همکاری های مالی و پولی همچنین سرمایه گذاری در لندن تاسیس شده که خب گرداننده اون در پشت پرده حسین شمخانی هستش اونطور که گزارش بلومبرگ میگه این شرکت در دوبه سنگاپور و ژنو هم دفتر داره و بیشتر هم در حوزه های سرمایه گذاری میکنه که به مسائل مربوط به نفت و گاز و همچنین فلزات مربوط میشه بر اساس گزارش بلومبرگ خب این شرکت به صورت یک شرکت خانوادگی هست ولی در واقع پشت پرده اون حسین شمخانیه که میتونه اوایدی و درآمدهای شرکت رو در جاهای مختلف در کشورهای اروپایی چهار نفر از این شاهدهایی که با بلومبرگ همکاری کردن اعلام کردن که نحوه سرمایه گذاری شرکت هم این گونه است که پولهای نفتی که شرکت‌های وابسته به حسین شمخانی در میارن از طریق شرکت‌های سوری در اختیار شرکت اوشن لئونید قرار میگیره و او هم این مبالغ و پولها رو میتونه که هزینه بکنه سرمایه این شرکت هم چندصد میلیون دلار اعلام شده که در که اشاره شد سرمایه گذاری میشه اما یک نکته مهم وجود داره و اون اینه که بانک های غربی و شرکت هایی که خدمات مالی هم ارائه میدن با این شرکت همکاری میکنن مثل جی پی مورگان چیس یا شرکت مارکس که خدمات مالی ارائه میدن به این شرکت هم بسیار مهم و قابل اهمیت و قابل تعمل هستش و نکته بعدی هم خب در شهری ما هم بلومبک یک گزارش دیگه رو ارائه کرده بود که در اونجا به یکی دیگه از شرکت های نفتی وابسته به حسین شمکانی پرداخته بود که حالا اگر بخوایم ارتباط این شرکت رو با اون بسنجیم باید به نامهایی که مشترک هستن در این شرکت ها اشاره بکنیم مدیر عامل شرکت اوشن لئونید در بریتانیا شخصی ایتالیایی هست به نام لویجی اسپانیا و خب او نامش در هیئت مدیره شرکت میلاوس که در دوبی ثبت شده و پیش از این بلومبرگ بهش پرداخته دیده میشه و خب این نشون میده که این دوتا شرکت با هم ارتباط دارن و همچنین یک نام ایرانی به نام مهدیار زار مجتهدی که او هم با نام لیام شناخته میشه و از افراد تأثیر گذار هست در شرکت اوشن لئونید که خب گفته میشه پیش از این او مدیر عامل یکی از شرکت های پتروشیمی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی راه مسلح بوده که حالا نام او در شرکت اوشن لئونید دیده میشه و بنابراین ارتباط این شرکت ها با هم و در نهایت زیر مجموعه بودن اونها در امپراتوری نفتی حسین شمخانی رو شرکت نشری بلومبرگ این دونه اثبات میکنه لوئیجی بلودر یکی از خطرناکترین قاچاقچیان مواد مخدر و از اعضای مافیایی ناب در کلمبیا دستگیر شده به گفته مقامات دستگیری این شخصیت کلیدی میتونه به طور موقت روابط بین کارتل های آمریکای جنوبی و گروه های مافیایی ایتالیایی ای رو بیثبات کنه و جریان مواد مخدر به اروپا رو با مشکل مواجه کنه به بولونیا میریم ایتالیا تا جزئیات دقیق ماجرا رو کیمیا قربانی برامون بگه کیمیا میگن دستگیری بلودره عملیات مهمی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر توروپاس. لویجی 벨ودر یک قاچاقچی 32 ساله اهل کاژرتای ناپل ایتالیا هستش که اسمش در لیست خطرناک ترین فراریهای وزارت کشور ثبت شده بود و قبلا هم به صورت غیابی 18 سال زندان گرفته بود دستگیری اون نتیجه یک عملیات پیچیده بین المللی هستش که دادستانی ناپل هماهنگ کرده بود و ارگان های مختلف از جمله جوخه پرواز کازرت های ناپل پلیس ناپل مرکز همکاری های شانگهای و مقامات کلمبیایی و یوروپل هم در اون همکاری داشتن تا تو تونستن که این شخص رو دستگیر بکنن بازرس ها او رو به عنوان یک دلال متخصص کوکائین معرفی میکنن که روابط بسیار نزدیکی با کارتل های کلمبیایی و مافیای ایتالیایی داشته او از اعضای یکی از گروه های مافیای ایتالیایی کامور را یا همون مافیای ایتالیایی هستش و گفته شده که در کلمبیا او در واقع قاچاق مواد مخدر و نظارت بر محبوله های مواد مخدر به مقصد اروپا رو بر عهده داشته و بیدلیل نیست که حالا مقامات میگن دستگیری او یک دستاورد هستش که میتونه روابط بین کارتل های آمریکای جنوبی و مافیای ایتالیای رو ضعیف بکنه بی ثبات بکنه برای مدتی و اینکه ورود مواد مخدر جریان مواد مخدر در اروپا رو با مشکل مواجه بکنه این آقای لویجی بلودره در کلمبیا در واقع خودش و یک پیتزا یولو یا یک پیتزا پز معرفی کرده بوده دو تا پیتزریا هم باز کرده بوده و در پشت تصویر یک کارآفرین یک شبکه بزرگ مواد مخدر رو مدیریت می کرده و گفته شده که چیزی که کمک کرد خیلی به دستگیری اون یک شبکه پیام رسان خیلی معروف هستش البته اسمی از این شبکه برده نشده که به بازرس ها و نیروها اجازه میداد که پیگیری بکنن اطلاعات او رو و ردیابیش بکنن و این که خب این مقامات ایتالیایی گفتن این عملیات تنها برای مبارزه با مافیای ایتالیا نبوده بلکه برای کنترل جریان مواد مخدر بین کارتل های آمریکای جنوبی و مافیای ایتالیایی هم بوده این رو اضافه بکنم که بازرس ها یک تصویری رو هم منتشر کردن از لویجی بلودر در کنار سنگ قبر پابلو اسکوبار که پابلو اسکوبار یک قاچاقچی خیلی معروف کلمبیایی بوده که بسیاری بر این باور هستن یعنی در بین قاچاقچی ها او رو قدیس حامی قاچاقچی ها عنوان میکنن و حالا این در واقع تصویر منتشر شده او در فضای مجازی حسابی داره دست به دست میشه خب مافیا و در واقع مواد مخدر در ایتالیا سابقه تاریخی داره و در سالهای مختلف پلیس دولتهای مختلف در تلاش بودن همیشه که بتونن منحل بکنن این باندهای مواد مخدر رو و حالا میبینیم که دستگیری این خب یه دستاورد بزرگ برای پلیس ایتالیا و کلا اروپا به حساب میاد سیما ممنون از توضیحات تو کیمیا قربانی همکارمون از بولونیا ایتالیا و از سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت